در اندرون من خسته دل ندانم کیست که من خاموشم و او در فغان و در غوغاست. مرکز سمینارهای دکتر فرنودی تقدیم میکند. الفبای پدری و مادری، اصول زناشویی و گزینش همسر، تیپهای شخصیتی، اعتماد به نفس و حرمت ذات، از خودشیفتگی تا عشق و صمیمیت، رهایی از افسردگی و استراب. شما و نوجوانان، هفت شهر عشق. برای تهیه با کریدیت کارت به وبسایت www.drfarnoodi.com و یا با تلفن های 310-701-4411 و 310-967-8180 تماس بگیرید. در اندرون من خسته دل ندانم کیست که من خاموشم و او در فغان و در غوغاست. بینندگان عزیز، سلامی دارم متواضعانه خدمت تک تک شما در هر کجای جهان که ما رو میبینید و برنامه دیگر از نگاهی به درون رو آغاز میکنم. هفته گذشته گله های بسیار داشتم از عزیزانی که به قول خودشون تا حدود یک ساعت روی خطوط موندن و من نرسیدم بهشون پاسخ بدم و برنامه تموم شد. به خودم قول دادم و برای شما خبر خوب که در این هفته از پرچانگی خودداری میکنم و از ابتدای برنامه به خطوط شروع میکنم پاسخ دادن، که الان خطوط ما روشن هست تا از خجالت دوستانی که هفته گذشته طولانی روی خطوط موندن بیرون بیام. فقط برای خالی نبودن عریضه در زمینه بهار و جشن باستانی، میدونم که امشب ما در آمریکا چهارشنبه سوری رو جشن میگیریم و نمیدونم که بقیه دوستان در جاهای دیگر دنیا کی این سنت باستانی رو جشن میگیرن، ولی به هر حال هر وقت و هر زمانی که این جشن رو برپا میکنید آرزو میکنم که زشتی ها، پلیدی ها، دل مردگی ها، اندوه ها، رنج ها رو به دست شعله های آتش، تا به جای اون شادی و انرژی و دلشادی و خوشی ارمغان سال نو برای تک تک شما باشه. اجازه بدید قبل از اینکه دوستان ما کارشون به گله برسه من خطوط رو باز کنم. بفرمایید دوست عزیز، با شما هستم. الو، سلام. سلام خانم. من بخشید وسط کارگری کردم، منو ببخشید. من سیدی های شما رو گرفتم. بله بله. با سیدی های شما به من ثابت شد که من آدم نرمالی هستم. خب خدا به خاطر این که خودم بودم و خودم بودم و خودم بودم. همیشه دوروری های من در صدد این بودن که به من بگم من غیرعادی هستم. ولی سیدی شما به من ثابت کرد که خدا رو شکر من نرمالم و یه کسی مثل شما زبون منو با مدرک ثابت کرد. حالا چرا شما دیویدی درست نکردین از خودتون؟ اون آرامشی که با یک ساعتی که در تلویزیون هستین میدین، آدم بتونه اون آرامش رو هر وقت دلش میخواد به دست بیاره. حقیقتش بانوی عزیز، تمام این سیدی ها که شما میبینید به صورت دیویدی ضبط شده بود، ولی وقتی که در اختیار دوستانی که اینها رو تکثیر میکنند گذاشتم، گفتن اگر به صورت دیویدی و سیدی هر دو بخواد بیرون بیاد هزینه بسیاری داره تولیدش،
ولی عده زیادی این سیدی ها رو دوست دارن در اتومبیل گوش بدن، در نتیجه مقرون به صرف اقتصادی هست که به صورت سیدی در بیارن و الا اینا دیویدی هست. من حالا در دو هفتهی که در آمریکا نخواهم بود در برنامه اینجا تلاش میکنم که دو تا از اون برنامه ها رو حداقل به صورت دیویدی به جای خودم در این برنامه بگذارن تا شما ببینید که اتفاقا دیویدیش به نظر من که یکی از اونها رو دیدم خیلی هم دوستانه و صمیمانه بود، ولی مسئله هزینه های تولیده. ضمناً در اینجا باید از فرصت استفاده کنم از شما دوستان عزیزی که حقیقتاً تو این یکی دو هفته با خرید خودتون از این سی دی ها ساپورت کردید بنیه مالی ما رو، قدردانی کنم، چون در ماه در واقع اپریل دوباره من قرار شد که هم برنامه ضبط کنم، هم برنامه هایی که قبلا ضبط شده قرار شد در همین اواخر ماه مارچ دوستان دوباره اون رو سی دی کنن، چون حالا دیگه از نظر مالی امکان تولید و تکثیر اون هست. بنابراین اینا به صورت دیویدی ضبط شده بود، فقط امکان در واقع تکثیرش به صورت دیویدی و سیدی هزینه ای میخواست که خب این هزینه رو دوستان در اختیار نداشت. من فکر میکنم یه اشکالایی که الان در سیدی وجود داره اگر دیویدی باشه اصلا ممکنه از بین بره، به خاطر اینکه صوت سیدی ها به اون صورت صدای خرخر توش داره، ممکنه تو دیویدی تون اصلا نداشته باشه. بله، البته یه چیزی رو خدمت شما بگم و اون این که گاهی در تکثیر بعضی از اینها یه اشکالی پیش آمده که وقتی شما با کیفیتش وقتی کاملا راضی نیستید کافیه یک تلفن به 310-701-4411 بزنید و اسم سیدی رو بدید و دوستان حقیقتا خیلی خوب بلا فاصله برای شما یکی دیگه میفرستن با کیفیت مورد تقاضاتون. بله، من فکر کردم اگر دیویدی باشه اون صدای توی ضبط شدن از بین بره، کاملا نچورال میشه. ممکنه میخواد شما یه بودجه‌ای به دوستان ما قرض بدید اینها رو تکثیر کنن. ببینید خانم دکتر، اون پول سیدی اصلا قابل سیدی های شما رو نداره، برای خاطر اینکه اون کیفیتی که ما از وجود صدای شما لذت میبریم ولی وجود خودتون آرامش بیشتری میده. من یک سوالی از شما داشتم، اینه که من کدوم یکی از اون سیدی های شما رو گوش بکنم راجع به ریزنتمنت ها یادم کمک میکنه؟ راجع به ریزنتمنت هاتون دو تا از سیدی ها، یکی اون که از افسردگی و اضطراب تا شادی و امید، بله. یکی اون رو، دومی ویتامین های عاطفی رو. بله، متاسفانه مال من اونا خراب از آب درمده، قرار برام بفرستن. بله خب براتون بفرستن دیگه. بله. دوباره خواهید گرفت. این دوتا معمولا به ریشه این ریزنتمنت ها میپردازه، چون بعضی از ما به این دلیل یه مقداری تنگ خلق و ریزنتفول میشیم که قبلش افسردگی داریم یا روی بعضی از خاطرات تلخ گذشته در واقع ایستادیم و حرکت نمی کنیم. اون ویتامین های عاطفی و از اضطراب افسردگی تا شادی و امید بسیار بسیار به این مسئله کمک میکنه. شما با پیشنهاد شما راجع با گوش کردن سیدی شما بعضی از احساسای گناه با آدم دست میده در مورد رشد فرزندانمون، اونا طبیعیه؟ حقیقت هدف من این نبوده که شما با شنیدن این سیدی ها احساس گناه بکنید. همیشه در همه جا یادآوری میکنم، میگم ما در هر دوره از زندگی به اندازه ای که میدونستیم بهترین ها رو، بهترین های دانسته های خودمون رو انجام دادیم، پیاده کردیم. اما وقتی که این آگاهی بالاتر میره، ما تنها کاری که میتونیم بکنیم اینه که خودمون رو ببخشیم، خوشحال باشیم از اینکه آگاهی بیشتری داریم و اون عزیزی رو که فکر میکنیم از کمدانی ما آسیب دیده صادقانه ازش عذرخواهی کنیم. فقط همین، کار دیگری نمیشود کرد. من خودم گاهی اوقات میگم اگر الان که خب هلوهوش 30 سال تجربه روان درمانی دارم
مراجعین 5 سال اول کار خودم رو پیدا می کردم در هر جایی که بودن، از تک تکشون عذرخواهی می کردم به خاطر قفلت‌های حرفه‌ای که در اثر نداشتن تجربه از جانب من رخ داده. ولی دیگه خودم رو ملامت نمی کنم که چرا اون 5 سال مثل حالا مسائل برام روشن و جا افتاده نبود، برای اینکه اون موقع من یه دکتر جوونی بودم، 27 ساله فارغ التحصیل شده بودم و در چارچوب دانسته‌های تئوریک خودم بهترین خودم رو انجام می‌دادم. ولی الان که می‌نشینم به بازبینی اون زمان، می‌بینم که چه کارهایی رو من می‌توانستم بکنم که نکردم و چه کارهایی رو کردم که الان حاضر نیستم دوباره بکنم. بنابراین این مسئله تجربه است. و وقتی ممنون که... برای لطفتون، میبوسمتون به خاطر آنستیتون. خواهش میکنم، لطفتون میسپارمتون، سالتون مبارک باشه. متشکرم. بفرمایید دوست عزیز، با شما هستم. سلام خانم فرنادی. سلام آقا، احوال شما؟ خسته نباشید میگم به شما و همکاران. ممنون، مرسی. من فخرالدین هستم، 18 سالمه، از ایران شهر اهواز تماس میگیرم. شهر اهواز؟ بله. هوا اونجا چطوره؟ من مشکلات درونی دارم، از بچگی هم داشتم، ولی حالا تقریبا یک سالی که متوجه این مشکلات درونی شدم که خیلی هم شدیدن. من مشکلات فکری دارم، تا اونجایی که یادمه از 7-8 سالگی همیشه نسبت به محیط دور برم و کارهای جزئی که میخواستم انجام بدم ترس و استرس و استراب و نگرانی داشتم. تو اون وضعیت هم من فکر میکنم با توجه به صحبتهایی که از شما گوش دادم میتونه به سه علت باشه. یکی این که در مادر خیلی کنترلینگ باشن و با استرس بچهشون رو بزرگ کنن که بعد این استرس به بچه منتقل بشه. دوم علتش میتونه این مقدار ژنتیکی باشه و سومی علتش شاید یه حادثه خیلی بدی تو سن تو بچگی برای من، سن خیلی پایین برای من اتفاق افتاده که باعث شده این ترس و استرس و نگرانی اضطراب تو ضمیر ناخودآگاه من باقی مونه و باعث بشه که من تو حالت عادی آرامش روحی روانی نداشته باشم. من از 7-8 سالگی وحشتناک از نظر رفتاری آروم شدم. در همون موقعی که وارد مدرسه شدیم این استرس و ترس و نگرانی با من بودن. در سن 11 سالگی این ترس و نگرانی اضطراب منجر به افکار منفی شد. در واقع با قول شما این ترس مثل مرغی بود که تخمای افکار منفی رو یکی پس از دیگری برای من انداخت. که این سنم که میرفت بالاتر این استرس و ترس و نگرانی نسبت به کارهای خیلی جزئی دوروبرم بیشتر میشه. تو سن 13-14 سالگی بزرگترین فکر منفی درونی من در واقع دشمن بزرگ دیگر درونی من علاوه بر استراب با نام وسواس به سراغ من آمد و با استراب افکار منفی و وسواس به طور کلی دشمنان درونی و در نهایت رومان ناراحت از سن 11 سالگی من کلنجا میرفتم ولی خودم اصلا متوجه نبودم. یعنی اون آگاهی نرسیده بودم و احساس میکنم که هیچ مشکلی ندارم. الان سن 18 سالگی دارای آگاهی خیلی بالایی شدم و دچار یک کمالگرایی افراطی در جزء کارام شدم و الان با روح روانی شدیداً ناراحت و افکاری کاملا خراب دچار افسردگی شدم و از درون به قول پدرم تکیه و پاره شدم و واقعا در اندرون من خسته دل کیست که الان هم با این که تا حدودی یکم روشن شده بازم در فقان و گوگاست. من از 11 سالگی دچار گوشه‌گیری و منزوی بودن شدم. اعتماد نفسم به جای اینکه بالا بره پایین اومد. اراده من دست افکار خودساخته خودم نبود، تحت افکار منفی و تحت افکار دیگران علی خود پدر مادرم بود و الان دارای اراده ضعیف هستم، همچنین پشتکار ضعیف. من به دلیل این دشمنان درونی از قدرت تمرکز بالا و دقت بالا در 11 ماه پیش پی رفتن اما متوجه شدم که وقتی از حواس پنجگانم به خصوص چشم و گوشم به وسیله فکرم خیلی خوب استفاده میکنم میتونم اطلاعات زیادی رو از این طریق وارد ذهنم کنم. در واقع وقتی این موضوع رو فهمیدم، در واقع دقت کردن رو فهمیدم که از طریق دقت
به وسیله فکر و جمع کردن حواس میتونم اطلاعات زیادی رو وارد ذهنم کنم و این من رو وحشتناک از نظر درونی شاد میکرد، چون من واقعیتی رو فهمیده بودم که از زبان علم یاد گرفت، هنر یاد گرفت و هر چیزی رو که فکر میکنید هر اطلاعاتی رو با حافظه بلند مدت سپرد. شما میدونید که از طریق دقت و توجه خیلی زیاد میتونیم اطلاعات رو با حافظه کوتاه مدت ببریم، بعد از طریق تکرار و مرور سریع و خیلی خوب و به تصویر کشیدن آنچه که با حافظه کوتاه مدت سپردیم اطلاعات رو وارد حافظه بلند مدت کنیم. من یه عشق اونم نه فقط عشق، بلکه همراه با وسواس افراطی به دقت کردن و فکر کردن به همه چیز، نه یکی دو چیز خاص یا چند چیز خاص، و همه چیز دور و برم پیدا کردم و در 11 من به جایی که بیام کار انجام بدم و برای کارام با دقت و فکر بالا بیام به همه چیز دور و برم این در 11 دقت و فکر میکنم، چون تا حالا کم دقت بودم نسبت دور و برم، حالا مادم به صورت افراطی و وسواسی همه چیز دور و برم دقت و فکر میکنم. یک لحظه اجازه بده، سوالت دقیقا از من چیست؟ سوال اینه که الان من خیلی افسرده و چیز شدم و تقریبا یک سالی که پدر مادر من رسما ناراحتن، میگن که درس نمیخونی و خیلی تنبل شدی و از این جور صحبت رو. در واقع به جای اینکه بیام به واقعیت‌های دور و برم پناه بیارم، میام به ذهنم پناه میارم. بله، اجازه بده. کسی که کار نکنه میگن تنبل، ولی اجازه کسی خیلی خوب فکر کنه و کار نکنه بازم میگن دیوانه تنبل. آره، اجازه بده که من این رو خدمتت بگم. با مجموعه اطلاعاتی که شما در اختیار من گذاشتی، شما درون یک مثلث شوم که یک ضلعش افسردگی، یک ضلعش شما صدای زیادی از سمت گوشیت میاد. شما در یک مثلث شومی که یک ضلعش افسردگی، یک ضلعش اضطراب و یک ضلعش وسواس هست گرفتار هستید و خود این اضلاع همدیگر رو تقویت میکنند، یعنی افسردگی موجب افزایش اضطراب، اضطراب موجب افزایش وسواس میشه. شما بیمار هستید و لازم هست که زیر نظر یک روان پزشک دارو با تجویز دارو از یک سو و پس از یک ماه مصرف داروها با یک روانشناس از طریق گفتگو درمانی به خصوص شیوه کاگنیتیو اپروچ تکنیک هایی رو یاد بگیرید که از این درونگرایی ناسالم به یک واقع‌بینی و برونگرایی نسبتاً عادی‌تر برگردید. در درجه اول شما باید دارو مصرف کنید. به احتمال قوی شما یک زمینه ارثی مساعد هم برای اضطراب و وسواس افسردگی داشتید. الان دیگه نوروترانسمیترها یا پیام‌آوران شیمیایی میان سلولی در مغز شما اختیار و کنترل ذهن شما دارد و با داروهای مناسب اونها رو به نظم عادی خودشون برگردونه. مکان هر کدام از این نوروترانسمیترها و میزان هر کدام از این نوروترانسمیترها رو به گونه‌ای تنظیم کنه که مغز به حال عادی برگرده و فعالیت داشته باشه. این کار از عهده یک روانپزشک در درجه اول و پس از یک ماه مصرف منظم دارو با روانشناس ادامه پیدا کردن. گاهی شما به مدت بسیار طولانی مجبور خواهید بود که این داروها رو مصرف کنید. این مثلث شوم یک مثلث نجات یا رهایی هم داره. زده پایش دارو درمانی، زده دیگرش روان درمانی از نوع شناخت درمانی و در واقع کنترل فکر و زل سومش از طریق ورزش و فعالیت‌های بهجت‌آور شادی‌آوره که این مثلث
چرا من همیشه از کاکو میساختم؟ بزرگ شما همیشه برای خودم. چرا چی؟ همیشه از کاکو میساختم. بله، به دلیل اینکه ذهن شما به خاطر آدم رویا پردازی هستم. بله، به خاطر آرمانگرایی و رویا پردازی هستم. بله، اون حالت آرمانگرایی و کمالگرایی به خصوص وقتی با وسواس همراه هست با یک آرمانگرایی سالم فرق داره. فرق داره. شما دنبال کوچکترین نشانه ها در جهان می‌گردید که به خودتون ثابت کنید چه جای بد و پر مصیبت و پر مسئله و پر مشکله. شما یک ذره‌بین بسیار قوی و درشت به چشمتون دارید برای دیدن نقصانهای جهانی که ما توش زندگی میکنیم و چشمی که باید مثبتها رو ببینه بسته است یا عینک تیره محدود کنندهی بر چشم داره. شما از من بشنوید و با یک روانپزشک، میدونم در اهواز دوستان و همکاران روانپزشک هستن، با بخش روانپزشکی بیمارستان جندی شاپور سابق که الان نمیدونم اسمش چیه تماس بگیرید و اونجا دانشکده روانشناسی هم هست، احتمالاً قادر خواهند بود که یک برنامه درمانی منظمی برای شما به وجود بیارن. ورزش رو خودتون بلافاصله میتونید شروع کنید، چون جالبه که یه پژوهشی در آمریکا دیروز منتشر شد و اونی که تا حالا فکر میکردیم ورزش برای در واقع اندام ما، برای سلامت اعما و احشای داخلی ما مفید است، در حالی که گزارش دیروز شگفت‌انگیزه. ورزش میتواند سبب تولید سلول‌های جدید مغزی بکند و سلول‌های جدید مغزی قادر هستند ظرفیت آموزشی و نگاه داشتی مغز رو بالا ببرن و علاوه بر اون قادر هستند حافظه ما رو تقویت کنن. بنابراین رابطه ورزش با بهتر فکر کردن و بهتر دیدن و بهتر ذخیره کردن اطلاعات مشخص شده. ورزش بی خطرترین چیزیه که از همین امروز میتونید شروع کنید، ولی سپس روان پزشک و سپس روانشناس. بگو دیگه، چون همه خطوط من روشنه، سریع بگو سوالتو، من بیش از این وقت نمیزم. چطور میتونم خود واقعی درونی رو بشناسم؟ حالا الان اون خود واقعی درونی که تو میخوای بشناسی، آره، من یه حجم گسترده‌ای از افکار مختلف هستم که همشون بیشتری ها منفیان و بیشتری ها رو تاثیر میذارن ناخودآگاه. نه بذار من ببین، خودشناسی خودشناسی احتیاج به یک ذهن سلامت داره و الا اون خودی رم که بشناسی به درد من میخوره. خودشناسی یک پروسه پیشرفته ذهنی هست که شخص از طریق آگاهی، بیدار باش، مراقبه و ذهنیت سالم به کشف خالصترین و فطری ترین بخش وجود خودش می نشینه. الان که تو با این محدودیت هایی که داری، اونم یه وسواس دیگه ای که پیدا کردی، حالا میخوای یه چراغ قوه دستت بگیری بری دنبال خود واقعیت بگردی. الان خود واقعیت همینی که هست. روانپزشک رفتم، پیش 5 6 تا رفتم، ولی خب اجازه بده که اینو بگم، من دیگه نمیخوام گفتگوی ما ادامه پیدا کنه، شما رو قطع میکنم و بعد از تلویزیون بشنوید. ببین، این که میگی که روانپزشکم رفتم فایده نداشته، من این رو باید متاسفانه خدمت شما بگم، وسواس یکی از اختلالات در واقع بسیار سمج روانی رفتاری عاطفی هست که ریشه کن کردنش مثل مستأجری که نمیخواد سمج نمیخواد بلند بشه چندان آسون نیست. ولی الان داروهای مختلف رو آزمایش میکنن و بعد امتزاج داروهای مختلف رو آزمایش میکنن و به نتایج خوبی رسیدن. یکی از شیوه های درمان وسواس الان در آمریکا پروزک یا همون چیزی که در ایران فلاکسیتین میگن،
از اون طریق انجام میدن، منتها روان پزشک به تدریج میزانش رو افزایش میده و در این افزایش دادن در یک مرحله از داروهای دیگری مثل لوواکس و غیره هم استفاده میکنه و همزمان روان درمانگر هم به رفتار درمانی این پدیده میپردازه و به این ترتیب کنترل میشه و اثرات بسیار خوب درمانی اتفاق میفته. بفرمایید دوست عزیز، با شما هستم. الو جان دلم. سلام خانم دکتر، خسته نباشه. ممنون، مرسی. خانم دکتر من یه سوالی دارم از شما. من یه دختر 29 ساله‌ای دارم، اول مریض شد، بعدا گفتم بایپولار هست، بعدا حالا معتاد شده خانم دکتر. بله. نمیدونم من چه کار کنم، چطوری باش رفتار کنم. واقعا میگم من 7 سال دنبال این دخترم هستم، بیمارستان هر جا بگین من بردمش، ولی حالا متوجه شدم که این را گرفته داره میره خانم. آره بذار اول من یه خورده دقیق منو گوش بده. ببین به طور کلی بایپولار عبارتند از یک کاندیشنیه، یک به اصطلاح وضعیتیه در بدن شیمیایی ما که ما باهاش به دنیا میایم، پیش زمینه ارثی داره و عبارت هست از کمبود نمکی در خون به نام لیتیوم. منتها این کمبود نمک لیتیوم اون وقت در مغز کارهای عجیب و غریبی میکنه، به طوری که در ما اختلالات مود به وجود میاره. بایپولار یا بیماری دو قطبی عبارتند از وضعیتی که شخص به لحاظ خلق و خو و عاطفی مثل اینکه دو تا آدمه، یعنی از قله ها و دره های در واقع مود عبور میکنه. یه موقعی هست که بسیار شاد میشه، همه رو دوست داره، ماچ میکنه، برنامه‌های مفصل خوشبینانه‌ای برای زندگیش تنظیم میکنه، موفقیت رو برای خودش پیش بینی میکنه، انرژی داره، کم میخوابه و بسیار حرف میزنه و هش دوست داره کارهای متفاوت بکنه و قدرت انجام کارهاش هم بسیار بالا میره، شگفتی ها میفته. اگر زمینه هنری هم داشته باشه آثار هنری خیلی خوبی مثل نقاشی و موسیقی و نوشتار و غیره تولید میکنه، اما به تدریج این انرژی مثبت، این میهمان پر سوقاتی ناخوانده همه انرژی او رو به تحلیل میبره و یک دوره‌ای از اون فاز آخرش هم گاهی یک حالت هیجانی و تهاجمی و بدبینی نشون میده که تو قله رسید. خانم دکتر عوض میخوام، این راجع به همه فامیلامون بدبین شده. حالا اجازه بده چون دارم برای دیگرانم توضیح میدم، قطع هم نکن. رو اون قله که میرسه این وضعیت پیش میاد، بعد کم کم شروع میکنه سرازیر شدن، اولا در اثر اگزاستشن یا استهلاک انرژی گرفتار ضعف میشه، افسردگی میشه، بدبینی میشه، به خصوص پرانویا پیدا میکنه و فکر میکنه که دیگران تصمیم به آزار او دارن، تصمیم دارن به او لطمه بزنن و خلاصه این سیر رو شروع میکنه پایین آمدن تا جایی که حتی ممکنه تمایلات خودکشی در اونها ظاهر بشه. اما این بالا پایین رفتن ها خود فرد رو بیش از همه خسته میکنه. اگرچه این گفتیم یک کاندیشنیه که بچه با فرد باهاش به دنیا میاد، ولی معمولا تحت یک شرایط فشار و استرس فعال میشه این ژن مساعد. بنابراین اینها چه بسیار کسانی که این زمینه ارثی رو دارن ولی زندگی آرام و بی تلاطمشون سبب میشه که هیچ وقت این علائم آشکار نشه. اما برای اونهایی که این علائم آشکار میشه، خودشون اکثر مواقع
دنبال یه چیزی میگردن که جلوی اون سرازیری رو بگیرن، به این دلیلی که به مواد مخدر یا الکل رو میارن. بایپولارها اکثراً دوال دایگنوز هستن. یعنی چی؟ یعنی در معیارهای تشخیصی به دو بیماری مبتلا هستن، یکی شرایط بایپولارشونه و یکی اعتیاد. یعنی تعداد معتاد در میان بایپولارها بسیار زیاده. علتش هم اینه که این در واقع انسانهای معصوم که در این شرایط رو با خودشون آوردن و در شرایط خیلی سختی زندگی میکنن، شما فکر کنید شما یه دقیقه با قایق در دریای پرتلاتون بشینید حالتون به هم میخوره. اینا قایق حسیشون دائم در دریای تلاطم مودشون و خلقشون و به اصطلاح عواطفشون قرار داره. این بالا پایین رفتن ها خودشون رو بیش از همه خسته میکنه و روابطشون رو آسیب میزنه، دیگران رو خسته میکنه و دیگران از اونها فاصله میگیرن و دیگران کمدان اونها رو ملامت میکنند. لذا اونها در شرایط خیلی بدی هستن. برای درمان اینها، این که میگید از دست شما چه کاری برمیاد؟ هیچ. خانم دکتر، من 7 سال دنبال این دخترم. حالا منم دیپرشن دارم، همیشه تو دلهورم، حتی دوست ندارم که برم مامانم رو ببینم یا برم خونه یه فامیل، فقط فکرم ذهنم این دخترم شده. بله. حالا من باید باش چطوری رفتار کنم؟ بله، شما برای اینکه بدونید با یک عضو بایپولار چگونه رفتار کنید، بخشی از درمان بایپولارها فامیلی تراپی هست. یعنی به اعضای خانواده یاد میدن که با این عضو در رنج چگونه رفتار کنن. نه مهر زیاد به اونها کمک میکنه، نه خشم زیاد به اونها کمک میکنه. شما باید مراجعه کنید به یه روانشناس. من خودم گاه خانواده این افراد رو تا 10-12 جلسه آموزش میدم که چه بکنن. از کارهایی که شما باید بکنید این هست که وضعیت او رو بفهمید. بالاترین کاری که میتونید بکنید اینه که اگر او اجازه بده مراقب باشید که داروهاش رو به موقع مصرف کنه. ولی الان در این وضعیتی که او هست، او باید اول به یک روانپزشک مراجعه کنه و برای دو چیز، یکی برای کاندیشنش یا بایپولار و یکی برای اعتیادش تحت درمان قرار بگیره. او برای همه عمر باید مثل بیمار قند که باید مراقب نوسانات انسولین باشه، او هم باید مواظب نوسانات لیتیوم باشه. داروهای خوبی الان هست در بازار که روانپزشکا با به کارگیری اونها میتونن به این بیماران کمک کنن. من بیش خود شما با یه روانشناس مشورت کنید که به شما کمک کنه که با کاندیشن او چگونه کنار بیاید. بفرمایید دوست عزیز، با شما هستم. الو، جان دلم، بفرمایید. سلام خانم دکتر، احوال شما؟ خیلی متشکرم. ببخشید خانم دکتر، من در رابطه با یکی از فامیل هستش، میخواستم یه سوالی داشته باشم ببینم که آیا این افرادی که الان توضیحشو میدم امکان خوب شدنشون هست یا نه. یکی از فامیلای ما هستش، آقای هستش که این راستیتش یکی از مشکلات این که ارتباط اجتماعی نداره، اصلا کاملا منزویه و بعد از لحاظ سلف کرش خوب نیست و یکی از مشکلات اساسیش خسیس بودنه، یعنی که حتی خرج بچه هاش نمی کنه. 3 تا دختر داره که این 3 تا دختر الان واقعا افسرده شدن تفلک ها و حتی دختر بزرگش که کار میکنه هزینه خونه رو میده و پدره الان دیگه از خونه بیرون رفته و خودش تنها زندگی میکنه و به هیچ عنوان حاضر نیست هزینه زندگی این بچه ها رو بده و اون خانمش هم خیلی رنج میبره از این بابت و لازم یه جور خاصیه، اصلا توضیح دادنش برام خیلی سخته که بگم چه شخصیتی داره، چه جور آدمی هست. یعنی فقط به پول فکر میکنن که جمعش کنن، به هیچ عنوان حاضر نیستن مثلا عواطف، حتی محبت دادن هم براشون خرج داره انگار.
یعنی وقتی بخوام محبتشون بدم. و جالبه که توی این فامیل دو سه مورد اینجوری هستن و حتی دادن محبت هم براشون هزینه داره انگار، به بچه های خودشون هم محبت حتی نمی کنن. من میخواستم ببینم آیا این افراد از لحاظ شخصیتی بیمار هستن و اگر بیمار هستن آیا امکان خوب شدنشون هست؟ آیا میشه کاری کرد برای اینها یا نه؟ بله، اجازه بدید من دو سه تا سوال از شما بکنم اگر آگاهی دارید. آیا این از نظر ظاهر یعنی طرز لباس پوشیدن یه ذره عجیب و غریب نیست؟ خیلی نامرتب و کثیف لباس میپوشن، یعنی ظاهر مرتبی ندارن، به ظاهر شخصیشون نمیرسن اصلا. سوال دیگه اینه که اون اتاق یا اون مکانی رو که او مال خودش میدونه خیلی ریخت و پاش و پر از آشغالایی که جمع میکنه و نمیخواد دور بریزه نیست؟ بله بله، دقیقا همینطوره. مثلا حتی اگه توی ظرف پلاستیکی غذا میخوره همیشه این ظرف رو نگه میداره، حاضر نمیشه مثلا توی ظرف شیک قشنگ غذا بخوره، حاضر نیست مثلا توی ظرف تر تمیزی غذا بخوره. میدونی در این حال کار میکنن، یعنی بیرون کار میکنه و فعالیت اجتماعیش داره ولی با مردم هم ارتباط اجتماعی نداره. بله خب، بله من بعد از گرفتن این اطلاعات از شما میتونم به شما بگم که این فرد بیماره. بیماره، بله. این فرد بیماره. حالا الان نمیخوام دو حدس تشخیصی رو مطرح بکنم به دلیل اینکه خب به عنوان روانشناس مسئول هستم که وقتی کسی رو ندیدم تشخیصی روش نگذارم، اما بیمار هست و به دو گونه میتونه بیمار باشه، یعنی میتونه هر دو بیماری یا یکی از این دو بیماری رو داشته باشه که یکیشو در لیست اختلالات شخصیتی میتونید جستجو کنید، یعنی اختلالات شخصیتی یا پرسونالیتی دیسوردر رو بخونید یا نزدیکانش بخونن و ببینن که با ویژگی های کدام یک از این اختلالات شخصیتی او قابل توصیف است. و یکی دیگه از اختلالات که حتی جدیتر از اون میتونه باشه، به خصوص که با خصت همراهه، میتوانه از بیرون از اختلالات شخصیتی حتی جزء اختلالاتی باشه که مدیکال کاندیشن یا شرایط بیوشیمیایی بدنش رو هم در واقع در بر بگیره. لذا این فرد بیماره و داد و بیداد و جدل و بحث و گفتگو با او برای تغییر فایده سودی نداره. متاسفانه اینا به دلیل اون ریجیدیتی یا انعطاف ناپذیری هم که دارن حاضر نمیشن معمولا که به روانپزشک و روانشناس مراجعه کنن. بله، ولی در واقع علاجشون دارو درمانی و روان درمانیه. گاهی اوقات به اونها باید سوشال اسکیل یا مهارت‌های اجتماعی رو مثل از کودکی روانشناس بیاموزه بهشون. لذا کاری که اطرافیان رو میتونن بکنن اگر او به درمان نمیره، خودشون رو محافظت کنن از تیررس او. یعنی چی؟ یعنی محتاج پول او نمونن که از این بابت رنج ببرن. نکته دیگه این که در صدد تغییر او بر نیان. اگر میتونن بدون او زندگی کنن راجع به این مسئله فکر کنن، اگر نه مجبورن یا میخوان یا تصمیمشون اینه که با او زندگی کنن یا با او بودن باز کاچی وزه هیچیه یا یک امتیازاتی حداقل داره، مثلا فرض کنین هزینه اجاره خونه رو میده و غیره و به این دلیل میخوان باهاش بمونن، کاری به کارش نداشته باشن و در صدد تغییرش هم بر نیان، چون اون به هیچ عنوان کمک نمیکنه. آخه مثلا اینکه خام دکتر اگر کاری به کارش هم نداشته باشن، اون کار به بقیه داره،
اون حتی اگر از پول خودت هم خرج بکنی داد و بیداد میکنه، اذیت میکنه، یا مثلا اعتراض میکنه و یا بهانه گیری های خیلی عجیب و غریب میکنه. بچه ها و یا خانمش کاری با اون نداشته باشن، اون کار با بقیه داره. چرا این هستش؟ خب چرا دارن با او زندگی میکنن؟ خب نه الان که زندگی نمیکنن چون آقاه ول کرده رفته، ولی مسئله این که بچه ها خیلی نگرانن، میگن که شاید این مسئله ارثی در ما هم به وجود بیاد، خیلی میترسن، میگن که شاید ما هم این ارث رو داشته باشیم و بعد ما مثل پدرمون بشیم. خب بهترین کار اینه که این بچه ها قبل، یعنی به روانشناسی پیشگیری بپردازن، با یک روانشناس مشورت کنن، ببینن که آیا هیچ کدام از علامتهای مشکل پدر رو روانشناس در اونها پیدا میکنه یا نه. یکی از کارهایی که میتونن بکنن اینه. و اگر روانشناس هم مثل اونها نگران اونها شد، اون وقت اقدام دیگری که میتوانن بکنن این هست که از حالا به پیشگیری بپردازن. یعنی در پاره ای از موارد شخص با آموزش بعضی از ببخشید فصل بهار با همه زیبایی، فصل آلرژی و در واقع این گلو گرفتگی و صدا گرفتگی بسیاری هست در کالیفرنیا، بله، از جمله من، بله. به هر حال باید اونها ببینند که چه می شود کرد که حتی اگر این مشکل، اولا اینی که اینا نگران این مسئله هستن برای من نشون میده که از یه درجه ای از آگاهی برخوردارن که به احتمال قوی ندارن اون مسئله را، به احتمال قوی ندارن. اگر اون نوع اختلال شخصیتی باشه که ضرورتا اصلا زمینه ارثی نداره، یعنی اون is a learned behavior، ارثی نیست، اگر اون نوع به اصطلاح اکسسیه کش باشه یا تشخیصی باشه که شرایط ژنتیکی، بیولوژیکی، بیوشیمیایی رو در بر داره، بله امکان ارثی بودنش هست، ولی باید با یه روانشناس از نزدیک مشورت کنن و ملاحظه بشه که اگر اینطور باشه، حالا که در درجه آگاهی خوبی هستند، اگر اقداماتی برای پیشگیری میشه کرد بکنن. و خیلی متشکرم خانم دکتر. فقط خواهش میکنم بفرمایید تکرار برنامه‌تون کیه که من برای بچه‌ها بذارم اینو گوش بدن، چون خیلی دلشون میخواد ولی الان توی خونه نبودم و دوست داشتن حتما صحبت‌های شما رو بشنون. بله، من تنها چیزی رو که میتونم بگم اینه که قاعدتاً به من میگن که این برنامه ساعت 11 شب بازپخش میشه، ولی از دوستان بیننده شنیدم که بس منظم نیست. اجازه بدید من از در واقع کارگردان فنی برنامه کیوان خواهش کنم که ساعت دقیق بازپخش این برنامه رو روی صفحه تلویزیون بگذارند که دوستان، چون هفته گذشته نوشته بودن که 10 شب بازپخشش هست، نازنینی از لندن به من زنگ زدن که تا ساعت 11:30 شب بازپخش نشده بود. من که اینجا نیستم که بتونم نظم برنامه رو تنظیم کنم، در نتیجه نمیدونم که چگونه اتفاق میفته، اما از در واقع کارشناس و کارگردان فنی برنامه تقاضا میکنم که ساعت بازپخش برنامه رو روی این بزنند که به اصطلاح ما بتونیم. سپاسگزارم خانم دکتر. خواهش میکنم. ازتون ممنون از لطفتون. خواهش من سال نوتونم مبارک باشه. همینطور برای شما و برای همه ایرانیا و همه کسانی که نوروز رو جشن میگیرن و روز نو رو با این مراسم زیبای باستانی آغاز میکنن. تشکر میکنم. خواهش میکنم. من تقاضا میکنم از اجازه بدید من این خط رو هم بگیرم. بفرمایید دوست عزیز، میخوام که خطوط رو دیگه بعد از این نگیرم تا نیلوفر به استودیو
آمده. بفرمایید دوست عزیز. سلام خانم دکتر. سلام خانم، بفرمایید. خسته نباشید. در مورد به بایپولار که شما صحبت کردید، بیماری دو قطبی، جهت تشخیص این بیماری ما باید به فامیلی داکتر مراجعه کنیم یا به روانپزشک مراجعه کنیم به تا تشخیص بدن؟ فرق نمی‌کنه. دو نفر، روانپزشک و روانشناس. بله. هر دو قادر هستند بیماری بایپولار رو تشخیص بدن. بله. اما روانپزشک این برتری رو داره که میتواند دارو هم تجویز کنه، روانشناس این برتری رو داره که میتونه از تست‌های دقیق